سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید امروز پنجشنبه چهاردهم ماه قوس سال 1398 است من جکفر احمدی میزبان شماستم هدف سفر زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به کابل و دوحه آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح بین الافغانی است این را یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا امروز برادیو آزادی گفت و افزود که در این گفتگوها روی آتش بس دائمی و جامعه بحث خواهد شد و نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان ترسیم نیز شود. ارگ چهارشنبه میزبان خلیلزاد بود. بر بنیاد خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان محمد اشرفانی رئیس جمهوری این کشور به خلیلزاد گفته است برای پیشبرد روند سال باید به با مشکل پناگاه های طالبان در بیرون از کشور تمرکز شود. در خبرنامه همچنان به نقل از غنی آمده که روی دستیابی به موافقتنامه صلح پایدار نیست توجه شود روی این دو مورد اشرف غنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته در پایگاه هوایی بگرام نیز گفتگو کرد جایی که ترامپ اعلام کرد که گفتگوهای صلح با طالبان از سر گرفته شده زلمه خلیزاد چهارشنبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در مورد روند صلح گفتگو کرد بر اساس معلومات وزارت خارجه امریکا چگونگی حمایت از تلاش های سال و اجرای مذاکرات بین به اشتراک همه موضوع مورد بحث خلیزاد و مقام های افغان بود نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به خاطر آغاز دوباره گفتگوهای صلح با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار می کند دونالد ترامپ در اوایل ماه سپتامبر گفتگوهای صلح امریکا و طالبان را لغو کرده بود فرانسه، جرمنی و بریتانیا به خاطر توسعه یک سیستم راکت بالستیک ایران که قابلیت حمل سلاح هسته ای را دارد ابراز نگرانی کردند. این سه کشور اروپایی گفتند توسعه این سیستم تخطی از یک قطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در حمایت از موافقتنامه هسته ای ایران تصویب شده. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد به روز چهارشنبه نامه از سوی سه کشور اروپایی دریافت کرد فرانسه، جرمنی و برتانیا سی امضا کننده موافقت نامه هستوی سال 2015 هستند. آنها به گوترش نوشتند اقدام اخیر ایران برای توسعی که سیستم راکت بالستیک تخطی است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد در حمایت از موافقتنامه هستوی ایران و شش قدرت بزرگ جهان تصویب شده، در قطعنامه ایران مکلف شده که از فعالیتهای مانند توضعی چونین سیستم‌های های راکتی بپرهیزد، ایران تا اکنون در مورد نگرانی این سی کشور تبصره نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه می سال گذشته کشورش را از موافقتنامه نامه استوی سال 2015 با ایران بیرون کرد. او همچنان وضع تحریمات اقتصادی بر ایران را از سر گرفت. اعتصاب کاری میلیونها ها کارمند دولت در فرانسه امروز آغاز شد. آنها در اعتراض به طرح مانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور برای اصلاح نظام بازنشستگی اعتصاب می کنند. سیستم حمل و نقل به شدت متاثر شده. در نتیجه اعتصاب عمومی سال 1995 به خاطر اصلاحات بازنشستگی در فرانسه این سیستم برای سه هفته از فعالیت باز مانده بود. در ورودی استگاه متروی شهر پاریس فرانسه پنجشنبه بر روی مسافران بسته شد این استگاه ریل هم در نتیجه اعتصاب کاری کارمندان دولت خالی است این اعتصاب در واقع به خاطر حقوق تقاعد ماست و فکر می کنم که ما هنوز نیاز به مبارزه به خاطرش داریم شاید بیشتر بنابراین من به عنوان یک مامور ملکی در نتیجه آن بسیار متاثر شدم پرواز تیاره ها هم لغو شدند. اعتصاب کننده ها شامل معلمان، کارکنان شفاخانه ها و دیگر کارمندان دولتی می شوند. آنها از طرح امانوئل مکارون رئیس جمهور این کشور اعتراض دارند. مکارون می خواهد سیستم عمومی تقاعد را ایجاد کند که بر اساس آن از پرداخت حقوق بازنشستگی بلند به با کارمندان دولت و تقاعد زود هنگام آنها جلوگیری می شود. در نتیجه تیراندازی در یک پایگاه نظامی در ایالات متحده دو کارمند ملکی وزارت دفاع این کشور کشته شدند یک فرمانده نیروهای بحری ایالات متحده گفته است که در رویداد چهارشنبه یک تن دیگر زخمی شد لحظات پس از تیراندازی در پایگاه دپرل هاربر ایالات هاوایی یک تن حوالی ساعت دو نیم روز دست به تیراندازی زد امیرالبر رابرت چاودک، که یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا میگوید مهاجم دو کارمند ملکی وزارت دفاع را کشت و یک دیگر را زخمی ساخت مهاجم عضو نیروهای بحری بود او پس از حمله مسلحانه خودش را نیز کشت نام مهاجم افشا نشده و نیز انگیزه رویداد تا هنوز روشن نیست هوای هر ازگاه شاهد این گونه رویداد ها است افسردگی و شادی دو چیز متفاوت اما شاید هر انسان در زندگی تجربه ایشان کند مثل شاهین بد خواهر عالیه بد هنرپیشه سینمای هند شاهین بد کتاب در این مورد نوشته که آلیه را تشویق کرده تا برای ارتقای سطح آگاهی مردم در مورد صحت روانی تلاش کند. این کتاب در مورد صحت روانی تازه چاپ شده. نویسندهش شاهین بد خواهر آلیه بد هنرپیشه بالیوود است. از خاطره هایش در مورد افسردگی و شادی در زندگی و راه های مجادله با افسردگی در این کتاب نوشته شده. آلیا بعد روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب حضور یافت و آن را به دیگران سفارش کرد. این کتاب برای هم است کسانی که افراد افسرده را می شناسند. افراد که خود دوچار افسردگی باشند و یا هم کسانی که هیچگاه افسردگی نداشته باشند. این برای هم است خواهید دانست و لطفا بخوانیدش رویدادهای غمانگیز تنهایی های خانوادگی و شخصی اعتیاد به مواد مخدر و بیماری از عوامل عمده افسردگی پنداشته می شوند. معالجه هم به میزان افسردگی بستگی دارد که اکثرا در نتیجه مشورت های صحت روانی استفاده از دوا و نیز تغییر در زندگی آهسته آهسته از بین می رود. از همراهیتان با ما در استدیوی آزادی تشکر اینها در صفحه انترنت و فیسبوک ما همیشه قابل تماشاست. خدا نگهدار.